آیتالله الله علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی مقامات ایالات متحده را به مخالفت با شیعه و موافقت با سنی و همچنین تلاش برای ایجاد اختلاف میان مسلمانان متهم کرد و گفت انگلیسی ها در ایجاد اختلاف و جنگ شیعه و سنی ماهرند و سابقه دارند اما نقشه امروز آمریکایی ها خطرناکتر است آیت الله خامنه روز سهشنبه هشتم دیماه تصریح کرد آمریکایی ها با اصل اسلام مخالف هستند و نباید فریب اسخارات آنها را در حمایت از برخی فرقه ها خورد رهبر جمهوری اسلامی همچنین مقامات آمریکایی را متهم کرد که به دنبال ایجاد اختلاف میان مسلمانان هستند و فرقه های تروریستی همچون داعش با پول و کمک های سیاسی وابستگان به آمریکا ایجاد شده است این گفته رهبر جمهوری اسلامی در حالی بیان شده که پیش از این اظهار نظری از مقامات آمریکایی مبنی بر مخالفت آنان با شیعیان منتشر نشده است ایران و کشورهای عرب و سنی منطقه مدت هاست که بر سر جنگ داخلی در سوریه و یمن درگیر رقابتی شدید هستند که عده‌ای از رسانه‌ها و تحلیلگران از آن به عنوان جنگ نیابتی یاد می‌کنند در همین زمینه آقای خامنه ای روز چهارشنبه سیوم اردیبهشت ما در سخنانی شدید و لحن با اشاره به نارامی های موجود در منطقه هشدار داده بود اگر دشمنان جنگ نیابتی را به مرزهای ایران بکشانند واکنش تهران بسیار سخت خواهد بود از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سیوم بهمن ماه 93 در این باره گفته بود جنگ شیعه و سونی زمانی به پایان خواهد رسید که دولت اختلافات خود را با گفتگو حل کنند نه با یک جنگ نیابتی رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه خود در مجمع عمومی سازمان ملل نیز با ذکر اینکه خشونت شیعه و سنی خاور میانه را از هم گسیخته گفته بود بهتر است جوانان مسلمان راه سازندگی را پیش بگیرند و نه راه پیوستن به گروههای افراطی رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنرانی خود با بیان اینکه تمدن غرب از لحاظ اخلاقی فاسد و از لحاظ معنوی پوک شده است گفت اکنون نوبت دنیای اسلام است تا در جهت پایریزی شالوده تمدن نوین اسلامی گام بردارد پیش از این نیز محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران روز دوشنبه هفتم اردیبهشت ماه آرمان انقلاب اسلامی را حرکت به سوی تمدن بزرگ دانسته بود وی یک هفته پس از آن نیز وضعیت صدور انقلاب اسلامی در خارج از ایران را بسیار مطلوب دانسته و گفته بود انقلاب احتیاج به پیشرفت سریعتر در داخل ایران دارد این سخنان مقامات جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که در سالهای اخیر برخی کشورهای منطقه از جمله ترکیه و عربستان از گسترش نفوذ ایران در منطقه ابراز نگرانی کردند در مقابل حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چندین بار طرح اندیشه هلال شیعی را عامل تفرقه در منطقه نامیده و تاکید کرده است که هلال شیعی وجود ندارد. مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد حملات هوایی روسیه که به کشته شدن زهران الوش رهبر گروه جیش الاسلام منجر شد تلاشهای های صلح را پیچیده می کند. وی تاکید کرد این حملات پیام متناقضی را برای گروههایی ارسال می کند که در مذاکرات برای صلح در سوریه حضور دارند. زهران علوش رهبر گروه جیش الاسلام روز جمعه چهارم دیماه در جریان یک حمله هوایی در حومه دمشق کشته شد. جیش الاسلام از جمله گروه های مخالف حکومت سوریه حاضر در نشست ریاض پایتخت عربستان بود. در این نشست نماینده برای حضور در مذاکرات با دولت سوریه تعیین شد. آقای تونر گفت آمریکا هرگز حمایت یا کمکی به گروه جیش الاسلام نکرده و نگرانی هایی در زمینه اقدامات این گروه در جریان جنگ داخلی سوریه داشته و دارد اما گروه جیش الاسلام با داعش جنگیده و در روند مذاکرات سیاسی برای پایان دادن به جنگ در سوریه حضور دارد گروه جیش الاسلام مهمترین گروه مخالف حکومت بشار اسد در منطقه اطراف دمشق است و گفته می شود این گروه حدود 15 هزار تا 20000 هزار نیرو دارد. پیش از این استفان دیمیستورا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه روز شنبه پنجم دیماه ابراز امیدواری کرده بود که مذاکرات بین نمایندگان دولت و مخالفان حکومت بشار اسد از روز 25 ژانویه در ژنو آغاز شود. همزمان احمد داوود اغلو نخست وزیر ترکیه گفته کشورش تحرکات در غرب رودخانه فرات را به دقت زیر نظر دارد و نمیتواند قبول کند که سوریهای های دشمن کشورش در این ناحیه مستقر باشند. نخست وزیر ترکیه این سخنان را روز دوشنبه ششم دیماه و در واکنش به آزادسازی یک صد بر روی رودخانه فرات از دست گروه موسوم به خلافت اسلامی به دست نیروهای کرد بیان کرده است. آقای داوود اغلو گفت کشورش حساسیت خود در مورد حزب اتحادیه دموکراتیک کردهای سوری که ادعا می شود با حزب کارگران کردستان پکاکا ارتباط دارد را به اطلاع متحدانش رسانده است. حکومت ترکیه پیش از این بارها با پیشروی شبه نظامیان کرد سوری مخالفت کرده است. دلیل مخالفت آنکارا بیم از تشکیل کشوری کرد در مرزهای جنوبی است که به نوبه خود میتواند به تحریک اقلیت کرد ساکن ترکیه منجر شود در تحولی دیگر روزنامه اردنی القدر روز دوشنبه هفتم دیماه از دستگیری عبد شهاده التهاوی معروف به ابو محمد التهاوی نظریه پرداز و رهبر القاعده اردن خبر داد وکیل مدافع آقای التهاوی به روزنامه القد گفت وی شامگاه یک شنبه ششم دیماه در منزلش دستگیر شد و از محل بازداشت او خبری نیست ابو محمد التهاوی رهبر گروه سلفی تکفیری اردن دموکراسی و انتخابات را مقایر احکام اسلام دانسته و معتقد است که دموکراسی به معنای حکومت مردم بر مردم مخالف شرع است دادگاه امنیتی اردن اخیرا حکم بازداشت التهاوی را به دلیل دست داشتن در اقتشاشات شهر الزرقا در سال 2010 میلادی صادر کرده بود. شهر زرقا مرکز اصلی القاعده در اردن است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه هفتم دیما با اعلام انتقال بخش عمده اورانیوم غنی شده ایران به روسیه از این اقدام استقبال کرد و آن را پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در روند اجرای تعهدات ایران خواند. آقای کری از انتقال بیش از 11 تن اورانیوم غنی شده ایران به روسیه خبر داد. او گفت انتقال اورانیوم شامل انتقال کل ذخایر اورانیوم غنی شده ایران تا 20 درصد بود به جز بخش که به صفحه سوخت راکتور تهران تبدیل شده. آقای کری اقدام روز گذشته ایران را گام مهمی در جهت اجرای تعهدات تهران خواند. بر اساس برنامه جامعه اقدام مشترک میان ایران و شش قدرت جهانی، تهران پذیرفته است که در روز اجرای توافق بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده نداشته باشد. تحریم ها علیه ایران زمانی رفع خواهند شد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کند ایران فعالیت های اتمیش را با توافق وین تطبیق داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه با انتقال این میزان از ذخایر اورانیوم ایران به خارج این کشور اکنون اورانیوم غنی شده برای تولید یک بمب اتمی را ندارد بنابراین دوره زمانی لازم برای تولید مواد مورد نیاز جهت تولید یک بمب هسته ای که زمان گریز هسته ای نامیده می شود برای ایران طولانی تر می شود وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه خود در این باره تاکید کرده است که با انتقال اورانیوم غنی شده ایران به روسیه زمان گریز ایران از دو تا سه ماه به شش تا 9 ماه افزایش خواهد یافت وزیر امور خارجه آمریکا در حالی از انتقال 11 تن و 340 کیلوگرم اورانیوم غنی شده خبر داد که بر اساس گزارش های ایران و روسیه اعلام شده است کل اورانیوم غنی شده ایران که کمتر از 9 تن بوده به روسیه منتقل شده علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تایید کرده میزان اورانیوم منتقل شده به روسیه بیش از 8.5 تن بوده است و ایران حدود 140 تن در ازای آن اورانیوم طبیعی دریافت کرده است به گفته آقای صالحی 140 تن اورانیوم طبیعی در ازای اورانیوم غنی شده ایران قبل از که اورانیوم غنی شده به روسیه منتقل شود به کشور وارد شده است یک هفته پیش از این نیز رویترز خبر داده بود که ایران حدود 9 تن از اورانیوم غنی شده خود را در روزهای آینده به روسیه منتقل خواهد کرد علی اکبر صالحی همزمان ضمن تایید این خبر گفته بود برچیدن سانتریفیوژها نیز ادامه دارد به گفته آقای صالحی برچیدن سانتریفیوژها بر طبق پیش شده در حال انجام است اما ایران این کار را به گونه ای انجام میداد که سانتریفیوژ ها حداقل صدمات را ببینند بنابر گزارش خبرگزاری ها اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود آژانس انرژی اتمی سازمان ملل متحد می تواند در اوایل ماه ژانویه تایید کند که ایران به تعهدات خود عمل کرده و بر این اساس روز آغاز توافق و رفع تحریم ها فرا خواهد رسید ایران نیز در اواسط ماه جاری میلادی آمادگی کرده بود که اجرای برجام ظرف یک ماه آغاز شود. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران با رد پیشنهاد 35 دلاری هر بشک نفت در بودجه سال آینده اعلام کرده محاسبه درآمد نفتی بر اساس 40 دلار است. آقای زنگنه شامگاه دوشنبه هفتم دی در حاشیه چهارمین جشنواره نفت و رسانه در پاسخ به این سوال که آیا تصمیم گرفته شده قیمت بنزین را تغییر دهید گفت هیچ تصمیمی تا امروز در این باره گرفته نشده است وی در خصوص آزادسازی نرخ بنزین تصریح کرد دولت فعلا برنامه ای برای آزادسازی ندارد سخنان آقای زنگنه در حالی ابراز شده است که بانک مرکزی ایران در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده است درآمدهای نفتی ایران طی بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته حدود 60 درصد کاهش یافته است بنابر گزارشی که روز دوشنبه هفتم دی در سایت رسمی بانک مرکزی منتشر شده درامت های صادرات نفت، میعانات گازی، گاز و فراورده های نفتی کشور تایی سه ماه اول سال 94 به 10 میلیارد و 633 میلیون دلار رسیده در حالی که این رقم در بهار سال گذشته 17 میلیارد و 508 میلیون دلار بود. حجم صادرات نفت ایران نیست تایی بهار سال جاری تا 4 درصد کاهش یافته است. کاهش 65 درصدی درآمدهای نفتی ایران در بهار سال جاری در حالی است که قیمت نفت همکنون به کمترین میزان طی 11 سال گذشته رسیده است همزمان مدیریت امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی وزارت نفت با انتشار گزارشی اعلام کرد قیمت نفت خام سنگین ایران در هفته منتهی به 18 دسامبر برابر با جمعه 27 آذر ماه با 3 دلار و 66 سنت کاهش به 29 دلار و 4 سنت برای هر بشکه رسید. این در حالی است که میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران از ابتدای امسال تا کنون 48 دلار و 64 سنت بوده است. صندوق بین المللی پول میگوید گوید که صادرات نفت ایران در سال جاری یک میلیون و دویست و چهل هزار بشکه در روز بوده است که در سال آینده پانصد و هفتاد هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت و در سال هفت به دوران قبل از تحریم ها خواهد رسید. ایران قبل از تحریم ها روزانه دو میلیون و دویست هزار بشک صادرات نفت خام داشت. همزمان در عربستان سعودی دولت این کشور قیمت آب و برق و گاز را بالا برده و از گران شدن پنجاه درصدی بنزین خبر داده است سقوط شدید قیمت نفت باعث شده که دولت عربستان در بودجه سال آینده مجموعه ای از تدابیر ریاضتی از جمله کاهش یارانه های انرژی را در نظر بگیرد شورای وزیران عربستان در جلسه روز دوشنبه هفتم دی علاوه بر افزایش قیمت بنزین با گران شدن آب و برق هم موافقت کرده است قیمت های تازه از روز سهشنبه هشتم دی به اجرا گذاشته می شود. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز دوشنبه هفتم دی اعلام کرد که بودجه سال جدید بهرهوری هزینه های عمومی را افزایش خواهد داد. پادشاه عربستان سعودی با اشاره به کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی اظهار داشت که اقتصاد سعودی دارای پتانسیل و ظرفیت‌های بالایی است که می تواند چالش های موجود را پشت سر بگذارد. بنابر این گزارش هزینه در نظر گرفته شده در بودجه سال جدید 840 میلیارد ریال سعودی است در حالی که درآمد پیش بینی شده نزدیک به 504 میلیارد ریال است که این رقم کسری بودجه 326 میلیارد ریالی را نشان می‌دهد وزارت دارایی در بیانیه‌ای که بر روی سایت خود منتشر کرد گفته است که کسری بودجه بر اساس طرح این وزارت از طریق بهترین گزینه های موجود از جمله استقراض داخلی و خارجی جبران خواهد شد به طوری که هیچ تأثیر منفی بر نقدینگی بخش بانکی نداشته باشد دولت ریاض امیدوار است که با این تدابیر ریاضتی کسری بودجه خود را در سال 2016 تا 87 میلیارد دلار کاهش دهد وزارت اقتصاد عربستان سعودی اعلام کرده است تطبیق قیمت انرژی با توجه به نیاز شهروندان و بازار جهانی طی پنج سال آینده صورت خواهد گرفت علی جنتی وزیر ارشاد اعلام کرد پرونده ی هفته نامه یال سارات ارگان انصار حزب الله به دلیل انتشار مطلب توهینآمیز درباره معاون امور زنان رئیس جمهوری هفته آینده در هیئت نظارت مطبوعات مورد بررسی قرار میگیرد. آقای جنتی روز دوشنبه هفته دی در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص مطلب منتشر شده در نامه یال سارات گفت این هفته نامه تا کنون سه بار با تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات به دلیل تخلفات توقیف شده و با توجه به این مسئله امکان دارد در جلسه آینده این هفته نامه به دلیل این تخلفات با تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات لغو پروانه شود. هفته گذشته نشریه ی یال سارات با انتقاد از سیاست های دولت حسن روحانی شهین دخت ملاوردی معاون امور زنان رئیس جمهوری ایران را همپالگی یک فعال حقوق زنان معرفی کرده که او را به عنوان فاحشه مورد خطاب قرار داده بود. معاون رئیس جمهوری ایران در واکنش به این مطلب یال سارات نوشته بود در این مطلب ضمن لیبرال خواندن رئیس جمهور به طرز شنیعی ای به این جانب توهین کرده است تا این روزها یادمان نرود مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان برای تعیین سرنوشت خود و کشورشان چه هزینه هایی به همراه دارد یال سارات روز یک شنبه شش دی به پاسخ خانم ملاوردی پاسخ داد و بار دیگر عین مطلب هفته گذشته خود را منتشر کرد. نشریه یال سارات سال گذشته به حکم هیئت نظارت بر مطبوعات و به استناد بندهای هشت و یازده ماده شش قانون مطبوعات و تبصره ماده دوازده قانون یاد شده در شانزده دیماه سال 1392 توقیف شد. بند هشت ماده شش قانون مطبوعات بیان می کند که افتراب مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور جرم محسوب می شود. یالسارات پس از پنج ماه رفع توقیف شد و فعالیت خود را از سر گرفت. در تحولی دیگر حجت الله ایوبی معاون سینمایی وزارت ارشاد درباره مشکلات اکران عمومی فیلم خانه دختر گفت معمولا پروانه ای که برای نمایش فیلم ها در جشنواره صادر می شود ویژه همان ایام است و سینماگران برای دریافت پروانه نمایش دائمی باید دوباره اقدام کنند مگر اینکه فیلمی پیش از جشنواره پروانه اکران عمومیش را گرفته باشد رئیس سازمان سینمایی در پاسخ به این پرسش که چرا پروانه نمایش این فیلم علا انجام اصلاحات لازم صادر نمی شود و پرونده خانه دختر بایگانی شده است گفت اگر مصاحبه ی آقای جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد را خوانده باشید در میابید که ایشان خیلی دقیق صحبت کرده و گفتند که سازندگان فیلم هنوز اصلاحات مورد نظر را انجام ندادند زیرا شبهاتی جدی در مورد این فیلم وجود دارد. آقای ایوبی گفت آقای وزیر در مصاحبه خود راه را نبستند و ما هم همچنان منتظریم اصلاحات مورد نظر شورای نظارت و پروانه نمایش اعمال و درباره فیلم تصمیم گیری شود. روز یک شنبه شش دی تهیه کننده ی فیلم خانه دختر اعلام کرد که این فیلم با دستور وزیر ارشاد توقیف شد. به گفته ای آقای ایوبی، آقای جنتی همچنان در تلاشند. فیلم البته با اصلاح و محو کردن چهره نمایش داده شود. معاون سینمایی وزارت ارشاد انتشار برخی از اخبار مبنی بر استعفای دست جمعی اعضای شورای عالی سینما را تکذیب کرد و گفت چنین چیزی نیست و فقط آقای درویش استعفا داده که امیدواریم بازگردد. هیدر hey, عبادی نخست وزیر اراق در پیامی به مناسبت آزادسازی شهر رمادی از کنترل نیروهای داعش اعلام کرد سال 2016 سال پیروزی های بزرگ و پایان حضور داعش در عراق و بین النهرین خواهد بود نخست وزیر عراق در این پیام که روز دوشنبه هفتم دیماه از تلویزیون عراق پخش شد تصریح کرده ما راهی آزادسازی موسل هستیم که ضربه نهایی به داعش خواهد شهر موسل در تابستان سال 2014 به تصرف داعش درآمد و بزرگترین شهر تحت تسلط این گروه در عراق و سوریه است و اخذ مالیات و فروش نفت از این شهر منابع مهم درآمد این گروه را تشکیل می دهد. مقام های عراقی روز یکشنبه ششم دیماه اعلام کردند نیروهای دولتی شهر رمادی مرکز استان انبار را به طور کامل آزاد کردند و آن را در تصرف خود دارند. نیروهای داعش در اردی به اشتماه سال جاری به شهر رمادی حمله کردند و توانستند با فراری دادن نیروهای دولتی این شهر را به تصرف خود درآورند. عملیات آزادسازی رمادی از سهشنبه هفته گذشته با مشارکت ارتش عراق نیروهای داوطلب از جمله نفرات مسلح قبایل سنی و حمایت هوایی و مستشاری اعتلاف به رهبری آمریکا آغاز شد اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا نیز روز دوشنبه در پیام تبریکی خطاب به نخست وزیر اراق گفت اخراج داعش از رمادی توسط نیروهای عراقی با حمایت اعتلاف بین المللی ما گامی اساسی به سوی نبرد نهایی برای شکست کامل این گروه وحشی و اعاده حاکمیت ارزی عراق است وی تاکید کرد آنچه اینک اهمیت دارد این است که دولت عراق در همکاری با مقامات و نیروهای محلی از این فرصت استفاده ببرد و به تثبیت اوضاع و برقراری آرامش در رمادی ایجاد تسهیلات برای بازگشت ساکنان شهر و جلوگیری از بازگشت داعش و سایر گروههای افرادگرا بپردازد وزیر دفاع آمریکا در عین حال هشدار داده است که از میان بردن داعش مستلزم ادامه تلاش است و به گذشت زمان نیاز دارد وزارت دفاع آمریکا همچنین به نقل از فرماندهان نیروهای این کشور در منطقه گزارش کرده است که در جریان نبرد رمادی نیروهای اعتلاف در 600 مأموریت هوایی مواضع داعش را بمباران کردند و در آموزش تجهیز و راهنمایی اجزای مختلف نیروهای عراقی و قرارگاه‌های عملیاتی آنها مشارکت گسترده داشتند. پایگاه اطلاع رسانی وزارت دفاع آمریکا همچنین اظهارات یکی از مقامات ارتش آن کشور را نقد کرده که گفته است سقوط رمادی همراه با شکست های اخیر داعش در عراق و سوریه از جمله در تکریت بیجی و سنجار نشان می دهد که دشمن ابتکار عمل را از دست داده و به تدریج ناگزیر می شود از عراضی اشغالی عقب نشینی کند. این مقام وزارت دفاع آمریکا گفت وظیفه نیروهای عراقی در حال حاضر تحکیم مواضع خود در شهر رمادی و جلوگیری از سقوط مجدد آن است طی روزهای گذشته تنشها در جنوب ترکیه افزایش پیدا کرده مقامات دولتی این کشور خبر از کشته شدن ۲۱ نفر از هواداران پکاکا در جنوب ترکیه را میدن اما آنچه این روزها رویدادهای مناطق کردنشین رو برای دولت ترکیه بیش از گذشته احساس کرده موفقیت های نیروهای یپگه شاخه نظامی حزب تاد دموکراتیک کردستان سوریه است که دولت ترکیه نگران هست پیشروی روی کردها در شمال سوریه بر مناطق کردنشین ترکیه هم تاثیر بذاره و کردهای ترکیه هم به نوعی بیش از گذشته خواستار کسب خودمختاری باشند. ترکیه البته پیشتر در مقابل پیشروی های, های سوری خوشدار جدی داده بود و اعلام کرده بود که قرب فرات در شمال سوریه خط قرمز ما هستش و اگر کورهای های سوری به اون سمت پیشروی بکنن با برخورد قاطعانه ترکیه روبرو خواهند شد اما دیروز خبرگزاری هوار نیوز کوری اعلام کرده که نیروهای عرب و کرد پس از تصرف صد تشرین در شمال سوریه مناطق غرب فرات رو هم در تسلط خودشون گرفتن از این سو هم پس از آنکه صلاحالدین دمیرتاش رهبر حزب کلی هدپه درست در بحبوه تنش سیاسی روسیه و ترکیه به مسکو سفر کرد و با سرگی لابروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرد رهبران ترکیه به شدت از این موضوع خشمگین شدند حتی تیفای از گروه های ملیگراه هم این موضوع رو برنتافتند و به شدت به دمیرتاش و حزبش تاختند اما آقای دمیرتاش این روزها البته هم صدا با دیگر محافل کرلی خواستار خود مختاری مناطق کردنشین ترکیه هم شده که همین موضوع باعث شده تا دادستانی ترکیه پرونده جدیدی بر علیه او باز بکنه و او رو متهم به اقدام علیه امنیت کشور بکنه در این رابطه البته آقای اردوغان روز شنبه گفته بود که طراحی یک کشور جدید در داخل مرزهای ترکیه رو به هیچ وجه تحمل نخواهیم کرد همین دیروز هم آقای داود اغلو نخست وزیر ترکیه در واکنش به تمامی این رخدادها ها گفت که در مورد قانون اساسی و تغییرات اون میتونیم مناظره و گفتگو داشته باشیم اما در مورد تمامیت ارزی ترکیه با کسی بحث نداریم آقای داود اغلو که در سفر سربستان به سر میبره همینطور در مورد تصرف صد تشرین به دست نیروهای کرد و عرب سوری گفته که یه پیگه یک گروه تروریستی هست و مشروعیتی برای اداره این مناطق نداره بر روی باید به انتظار نشست و دید که دولت ترکیه در مقابل این چالش مهم داخلی چطور عمل خواهد کرد چرا که حزب عدالت و توسعه پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی وعده بازگرداندن امنیت به کشور رو داده اما خبر دیگان که ناجی جرف خبرنگار و مستند سوری روز گذشته در مرز ترکیه و سوریه در منطقه قاضیانتب در خیابان به دست افراد ناشناس و به ضرب گلوله کشته شده او از مخالفان جدی داعش بود که آثار مستندی در این زمین ساخته بود از جمله آخرین اثر او رقه در سکوت میمیرد بود که این مستند به وضعیت شهر رقه پس از اشغال داعش میپرداخت با این حال دولت ترکیه گفته که عملیات شناسایی قاتلان این خبرنگار سوری رو آغاز کرده محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ایران خبر داد که در سه ماه گذشته 112 نفر به دلیل ابتلا به آنفولانزا فوت شدند و در 1190 نفر دیگر نیز این بیماری به طور قطعی تشخیص داده شده است. بنابر این آمار میزان قربانیان آنفولانزا در کشور 130 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. وزیر بهداشت ایران در آذرماه ماه امسال اعلام کرد که تعداد قربانیان آنفولانزا در سال 1393 86 نفر بوده است. آقای گویا با اشاره به موجهای سگانه آنفولانزا گفت ایران در حال حاضر درگیر موج اول است که از دو موج دیگر سنگین تر است و در موجهای دوم و سوم این بیماری فروکش می کند. از مهرماه گزارش هایی درباره ابتلای تعدادی از ساکنان استان های کرمان و سیستان و بلوچستان به آنفولانزای خوکی منتشر شد و بر اساس گزارش ها حداقل 46 نفر در این استان ها به دلیل این بیماری فوت شدند که از آمار فوت شدگان استان های دیگر بالاتر است. در ماههای گذشته گزارشهایی نیز درباره مرگ افراد در استانهای مازندران، فارس، بوشهر، همدان، البرز، خوزستان، گلستان و آذربایجان شرقی به دلیل ابتلا به این ویروس منتشر شده است. مقام های وزارت بهداشت میگویند امسال ویروس H1N1 یا ویروس آنفولانزای خوکی در ایران شایع شده که شدت بیماریزایی آن بیشتر از دیگر ویروس است که منجر به آنفولانزای فصلی می شود. آنفولانزای خوکی بیماری حاد تنفسی است که در خوک ها مشاهده شده و به انسان و نیز از انسان به انسان سرایت پیدا می کند. علائم اولیه بیماری شدیدتر از سرماخوردگی معمولی است و در میان کودکان اسهال و استفراغ نیز دیده می شود. در همین حال محمد شریفی مقدم قائم مقام سازمان نظام پرستاری ایران از پرستاران خواسته تا برای بزرگ داشته پرستاری که روز یک شنبه شش دی در نیشابور درگذشت یک هفته با روبان مشکی در محل کار حاضر شوند. محمد رضایی سانی پرستار بیمارستان 22 بهمن نیشابور بعد از شرکت در عملیات احیای بیمار مبتلا به آنفولانزا خود به این بیماری مبتلا شد و پس از چند روز بستری شدن در آی سی درگذشت